برغایی که میگویند آیت الله آیت الله، او فقط یه مدرس بوده. عجب، یه مدرس بود ها؟ پس این همه تاییدیه ها که داشتی، یه مدرس بود، 500 تا کتاب نوشته در دوران تشیع و تسننش، و فقط یه مدرس بود که حالا بزرگش کردن. او 40 کتاب در رد شیعه نوشته و 40 کتاب در رد تعریف شیعه، 40 کتاب دیگرش رو نمی کنن برای که از اونها دست برداشته. که این آقا خبر نداره، او آقا 500 کتاب داره در دوران تشیع و تسننش، این بیچاره خبر نداره. خیلی کتاب در رد در دفاع از تشیع نوشت و در رد کسروی و اینا. بعدها اعلام کن گفت اون من خودم خر بودم نفهمیدم. بعدن شوخی بود خیلی، گفت من با آخوندان میگم، گفت من مثل شما اون موقع گاه بودم نفهمیدم. حالا بعد فهمید، این فهمیدش 40-50 سال طول کشید. یعنی 40-50 سال بود که از خرافات مدعیان تشیع دست برداشت. کتاب بر رد کافی نوشت، نوشت بت شکن، گفت بت این مذهب کتاب کافیه. کتاب در رد مفاتح الجنان نوشت، تضاد مفاتح الجنان، تضاد مفاتح الجنان در اسلام نبا اسلام و قرآن. کتاب در رد مهدی منتظر نوشت، بررسی علمی در احادیث مهدی. کتاب در رد مراجعات نوشت. بعد از اینکه روشن شد، 30 سال که بنده ایشون رو میشناختن فقط در حالت روشنیش. الان این منطقش رو نگاه کنید، چرا اون کتاب گذاشته ذکر نمی کنم؟ آه وقتی خود نویسندهش از که از آراش دست برداشته باشه، بر علیه خودش کتاب نوشته باشه، بر اونا رو علم کرد. چقدر مسخره این آقا، چقدر عقلش کوچکه، عقل قزوینی و قزوینی ها چقدر کوچکه. میگه که من بر رد مرحوم کسروی کتاب نوشتم، بعد که دیدم اه حرفاش خوبه، اومدم بر رد خودم کتاب نوشتم. بر رد بر آدم منصف اینه، بر رد ردی های خودم کتاب نوشتم. این انصاف. الان آقا میخواد ما بیاییم آرای قدیمشو که ازش دست برداشته، که خودش میگه من اون موقع گاو بودم مثل بقیه آخوندهای قوم و نجف، بیام اونا رو مطرح کنیم. خب و اگر من الان کتابی، بله این کتاب در دست رسم، اینو نگاه بکنید، عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول بود شکنش، که در این کتاب من اجازه بدید، من میخواستم که مدارکی که هستش براتون نشون بدم. شکر خدا که هستش. این فقط مدرس بوده نه؟ شما که با یک توصیه با آیت الله میشین، با یک توصیه یک شبه آیت الله میشین. خمینی خامنه ای چی بود یک شبه آیت الله شد؟ اما این آقا تاییدیه و تزکیه و درجه اجتهاد از آیت الله های مختلف داره. تی آدم انداز یه پیداشو میکنم انشاءالله. یکیش از کتاب سوانح ایام خودش نوشته، این کتابو، کتاب بسیار بسیار جالبیه به نظر من.
این سخن آقای طالقانی خدا رحمتش کنه درسته، قدر برقه 50 سال آینده شناخته خواهد شد، نه الان. این کتاب بخونی، هستش در سایت ما گذاشتین، اگرچه در ایران ممنوعه. اگه غلوب نکنم فلسفه تاریخ معاصر دینی زمان برقعیه. من الان غافلگیر شدم، باید این از قبلا امتحان میکردم، آماده میکردم، خیلی خوب بود برای نشون دادن مدرک هاش. البته این مدرک هاش خانم محترم ایناش، حاج آقا شیخ، حاجی شیخ آقا بزرگ تهرانی، مؤلف کتاب از ذریعه الى تصانیف شیعه، اجازه زیر را برای ایشون نوشتن. این یکیش حتی در چیز خونده میشه یا نه، اینجا پیش من صفحه 198 و بعد الحمدلله و کفا صلی اللہ علیه و سیدنا و مولانا نبینا محمد مصطفی، فإن السيد السند اللام المعتبر صاحب المفاخر والمكارم الجامع الفضائل والمفاخر المصنف البار والمؤلف الماهر مولانا الأجل السيد أبو الفضل الرجوي الرضوي نجيل المولى المؤتمن السيد حسن البرقي القمي دام أفضاله خلاصة آخرش يك يعني تأييدية بسيار قوي از اولش. قد طلب مني لحسن ظني الإجازة الرواية لنفسه ولمحروسه العزيز الشاب المقل السيد السعيد السديد السيد محمد حسين رضي الله من شر عين كل قادش من يروي عني جميع ما صحت لي روايته عن كافة مشايخ الإعلام من خاص والعام، وخصوصا بذكر أول خاتمة المشاهدين المحدثين الثالث المجلسيين شيخنا العلامة مرزا حسين النوري المتوفى كذا. باك مرحوم عبد النبي نجفی عراقی مؤلف کتاب قول، ایشون هم یک تاییدیه برشون نوشته. سید ابو القاسم کاشانی هم یک تاییدیه نوشته، تصدیق اجتهاد برش نوشته. بعد فإن جناب العالم العادل حجة الإسلام المسلمين سید ابو الفضل علامه البرقي الرضوي قد صرف اكثر عمره الشريف في تحصيل المسائل الاصوليه والفقهيه حتى صارت القوه القدسيه من رد الفروع الفقهيه لاصولها، فله الاعمال بما استنبطوا واجتهدوا ويحرم عليه التقليد فيما استخرجه واوصيه بمناسبه التقوى. خب ايمان ابو الكاشاني، دوباره سيد ابو الحسن الاصفهاني، همچنين الحمد لله رب العالمين میگه نی زمانی که قصد مراجعت از نجف را داشتم، خدای برغی یعنی، تصدیق زیر را برام مرحوم فرمود الحمد لله رب العالمين صلوات السلام. وبعد فإن الجناب الفاضل الكامل والعالم العادل مروج الأحكام قرة عيني العاز سيد أبو الفضل البرقي دام تأييداته ممن بذل جهده في تحصيل الأحكام الشرعية والمعارف الإلهية برة من عمر تأخرش. أستاذ شهاب الدين مرشي معروف بأغا نجفي صاحب تأليفات مشجرات وأنصاب برايم إجازة زيرو نوشته. إنا رقم بخونا بروز كامل خطو. بعد مرحوم شيخ أبو الكريم الحائري مرحوم آية الله سید محمد حجت کوه کمرایی نیز برام تصدیق اشاره نوشتند که اصل اجازه نامه این دوتان را برای تعیین تکلیف در مسئله سربازی وزارت فرهنگ آن زمان تحویل دادم که بعد این دو اجازه نامه داد اسناد بایگانی آن وزارت خانه مرحوم باشد. بعد وزارت فرهنگ هم دکتر شمسیدون حائری وزیر فرهنگ هم مدارک اشتهادیشون را بررسی کرده. خب شما یک صدمی اینا رو بیار آقای که علی را از چوب دستی عمر میتحسنید بی سواد. اگرچه به نظر من برغی به اینایی که برغی که وقتی ما شناختیمش باید اینهایی که براش تسکه نوشتن به اینها نمره میداد. میگم اون موقع من از خود اونا خر بودم، گاه بودم. رقت میکنی؟ مدرد